ندای درون. برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. و بعد مسابقه هایی بود در شهر که اگر برنده می شدی می اومدی استان برنده می شدی می اومدی رامسر، و تو اینا شرکت کردم و بالاخره امروز در خدمت شما. چه نوع سبکی رو انتخاب کردین و چرا؟ من موسیقی اصیل رو دوست دارم، یعنی موسیقی پاپ هم خیلی دوست دارم، ولی اون چیزی که خودم دوست دارم بخونم موسیقی اصیله. و حالی چون شما خانم دکتر هستیم، من یه چیزایی از درون خودم بگم که شاید مخصوصا برای این برنامه. خودم آهنگای سنگین و کلام غمناکتر رو بیشتر دوست دارم تا آهنگای شاد. ولی خب اینجا که اگه میخوایی زندگی کنی و حرفت خوانندگی باشه، باید آهنگای شاد رو بخونی واسه عزیزات، ولا کرای خونه عقب میمونه. آره رون لاز باز سعی کردم بعد آهنگای شاد بیشتر با کلامای خوب اجرا بکنم، که خودم فکر میکنم کلام حرف اولو میزنه. یعنی شما اگر از صدای منم خوشت نیاد، وقتی کلام خوب بشنوی حداقل با صدای خودت زمزمه میکنی. یعنی آیا کلمات ترانه هایی رو که نگاه میکنین، ترانه های غمگین رو اگر دارین نگاه میکنین که گویای مسائلیه که غم ممکنه به وجود بیاره، آیا بیشتر با قلب خودتون همگام میشه، یا اینی که اون احساس رو چون بیشتر میشناسین و میتونین حسش بکنین راحتتر اون کلام رو با اون حس بیرون میارین و بهش ارزش بیشتری قائل میشین تا مثلا کلام هایی که ممکنه شادی به وجود بیاره؟ نه، کلام هایی هم که شادی رو به وجود میاره بسیار دوست دارم، ولی کلامش کلام خوبی باشه. یه چیزی به شنونده برسونه. کلامایی که الان خوشبختانه باز یه چند سالی هست خیلی کمتر شده، مثلا 7-8-10 سال پیش یه کلامایی بود که اصلا به درد بخور نبود. یعنی ترانه سراهایی رو باید انتخاب بکنین که ترانه اونها به دلتون می نشینه و گویای اون احساس شماست. 100%. وقتی به دلتون بنشینه اون وقت راحت‌تر میده، اون احساس رو میتونین به وجود بیارین، حالا چه شاد باشه چه غمگین. و چیزی که ازتون میشنوم اینه که کلامی باید باشه که حس بکنین داره به شنونده یک چیزی اضافه میکنه، یک چیزی یاد میده، یا درون اون رو یاد دادن که نمیتونم بگم. من کوچکتر از همه هستم که بخوام کلام من یه چیزی یاد اونا بده، ولی کلامم کلامی باشه که حداقل اونا لذتی ببرن ازش. یه چیزی باشون بتونه تو دهنشون بیفته که زمزمه بکنن، راحت باشه. من خوشبختانه در ایران که بودم با شانس اینو داشتم با بهترین ها کار میکردم، و اینجا هم که هستم خدا رو شکر رو لطف و محبتی که عزیزان دارم باز با بهترین ها کار میکنم. اینجا من با استاد عزیزم جناب پازوکی کارهای زیادی دارم، سلام میکنم خدمتشون. با استاد
نازنین دیگری، آقای محمد حیدری، اینا از بهترین آهنگسازای خوب هستن، تنظیم کننده هایی که باشون کار کردم، آقای کاظم عالمی و دوست بسیار هنرمندم آقای امیر بدخش، اینا هر کدوم تو کار خودشون حرف اول رو میزنن و خدا رو شکر میکنم اون جنس صدایی هم که خدا بهم داده و با خواسته اون آهنگساز و یا اون تنظیم کننده طوری میتونم تطبیق بکنم اینو که کار اونا رو هم خراب نکنم. پس اجازه بدیم که یکی از میوزیک ویدیوهاتون رو که با گروهی از بهترین ها کار کردین رو با بینندگان عزیز با هم یه نگاهی بکنید. تا چند لحظه دیگه دوباره با شما خواهیم بود و یکی از میوزیک ویدیوها رو نگاه میکنیم. نگو که دوستم نداری که باورم نمی مثل که دارن تکنیکال دیفیکالتی در الان دوباره درست میکنیم براتون میگذاریم مثل این که بله یه تکنیکال دیفیکالتی توی چیز این کاری که یوتیوب به وجود اومده خواست دوست عزیزم پخشش کنه اسمش هست حرف مرد شعر و آهنگ از دوست بسیار هنرمند خوبم آقای افشینه و تنظیمش از آقای امیر بدخش این کارم از کارهایی که خودم خیلی دوستش دارم انشالله که اینا درست میکنن که بتونیم با هم گوش بدیم یکی از مباحثی که شما تعریف کردین که من این رو از خیلی از هنرمندان میشنوم و چون هم شما کار پروفشنال در ایران انجام دادین هم اینجا چه چیزی فکر میکنین باعث میشه که کلام سنگین‌تر، قوی‌تر و یا حتی غمگین‌تر رو در ایران بیشتر رایج بود و کلام‌هایی که همتون گفتین که باید یه مقدار بیشتر به حالت فان و شادی و شادی که حالا هر چیزی فقط باشه رو اینجا بیشتر مایل هستن و اگر که فقط و فقط اون کلمات سنگین رو غمناک باشه رو نمیتونه آدم اینجا بتونه اونقدر موفق باشه فکر کنید تفاوتش چی هست؟ و تجربه خودتون هده خدمتت که عرض میشه شما در ایران کسایی که کار شما رو گوش میدادن و با آهنگ شما لذت میبردن و حال میکردن در حدود 50-60 میلیون نفر اینجا ما یه عده بخصوصی رو داریم و خوشبختانه خدا رو صد هزار بار شکر اینایی هم که اینجا هستن 70-80 درصدشون موفق و شاد و سرحال هستن پس اونا میخوان از خواننده ها که آهنگای شاد بیشتر واسه شون بخونن و به قول معروف میگه اون چیزی که مهمان میخواد وظیفه صاحبخونه هست که بهشون در اختیارشون بذاره من باید ببینم عزیزایی که اینجا هستن با چه سبک کاری بیشتر حال میکنن بیشتر لذت میبرن و از اون ور میتونم از نظر مادی برداشتی هم واسه خودم بکنم رو این لحاظ آهنگای شاد و آهنگای 6-8 اینجا بیشتر جا افتاده به خاطر همینم هم یک مقداری از اون ترانه ها هم به وجود آوردین یعنی با اینی که علاقه خیلی زیاده به یک سبک به خصوصی دارین ولی یه اکسپنشنی به وجود آوردین که بتونین که گروه زیادتری رو بهشون رسیدگی بکنین اون گروه گروهی هست که دیگه باید به فکر کرای خونه منم باشم خب مثل اینکه آماده شد بریم تا چند لحظه دیگه برگردیم و به فکر کرای خونه باشیم
نگو که دوستم نداری که باورم نمیشه، مگه نگفتی عشق ما موندنی همیشه؟ گفتی بگو دوست دارم، گفتم که من فداتم، تا وقت جون سپردنم اینو بدون باباتم. محبت تو از دلم هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتن حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه. خیال نکن که عاشقت تنهای گل حبت بود، عشق تو چون کبوتر و قلب من یک نفس بود، عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود. بهونه کردنای تو برای من عجیبه، شاید میون عشق ما یکی برام رقیبه. ای کاش که مرد زندگی جز من کسی نباشه، اگر که باشه عاقبت نفرین من باشه. محبت تو از دلم هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتن حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه. خیال نکن که عاشقت تنهای گل حبت بود، عشق تو چون کبوتر و قلب من یک نفس بود، عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود. محبت تو از دلم هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتم حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه. عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود، قلب من یک نفس. یک صدای شما برای من هم یه فضای خیلی بازی رو داره و خیلی گرم، و کم پیش میاد که آدم هم فضای باز داشته باشه هم گرم، و هر دوی اینها رو در آن واحد داشت برای من به وجود می آورد. نمیدونم شما از کسانی که صدایتون رو شنیدن چه پیام هایی شنیدین؟ سعی کردن یه چیزی بگن که خیلی ناراحت نشن. حرف من ناراحتتون که بسیار خوشحال شدم. من بسیار راستگو هم خوشم نیاد بگم خوشم بمیاد. بسیار خوشحال شدم. خدا رو شکر فکر میکنم یه صدای نسبتا گرمی رو داشته باشه. هر صدایی یه تأثیر به خصوصی روی شنونده میذاره. حالا ممکنه خود شما یه تأثیری روی خود شما به عنوان خواننده بذاره و همون تأثیر انعکاس پیدا میکنه، و بعضی موقع ها هستش که تأثیری که رو خود شما داره متفاوته رو انعکاسش روی اشخاص. 100%. اون تأثیری که رو خود من میذاره اون کلام هست. اون کلامی که میخونم، اون
خیلی روم اثر میذاره، به دل میشه خیلی خیلی زیاد. و مثلا همین دوست دارم کلامی بخونم که خودم در درجه اول باش حال بخونم، کیف میکنه، خیلی لذت ببرم. غیر از خوانندگی ترانه و کلام، چه چیزای دیگه رو تو زندگی کیف میکنین ازش؟ خب از خیلی چیزا، من عاشق طبیعت هستم و در ایران حرفم درست خوانندگی هم بود، میخوندم، ولی هیچ زمان از طریق خوانندگی پول در نیاوردم، چون اصلا به جای نرسیدنی 56 اسفند 56 من خوندم، فروردین 57 برای اولین بار صدام از رادیو پخش شد اون زمان، و بعدش هم که انقلاب شد و دیگه نخوندم تا سال 64-5. حرفه اصلیم در ایران کشاورزیه و کشاورزی رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، و عاشق اسب و دامپروری و این چیز هم هستم. کجا این کار انجام میدادی؟ همون دوست دارم در ایران. در کجا ایران؟ در بم. در بم. بله، یه مقدار زمینی دارم در یکی از مزرعه هایی که نزدیک بم هست به اسم قدرت آباد. جالبه اسم قدرت آباد هم. پدرم مثل قدرت رو آباد میکردن اونجا. بله، پدرم این دری که آباد کرده بوده، اسم مادر من قدرته. پدرم این دری که آباد کرده بوده به اسم مادرم اسم گذاری کرده بود. و خدمتت که عرض میشه، هر زمانم اینجا تو آمریکا رانندگی میکنم، این مزرعه های کشاورزی رو میبینم، افسوس میخورم که چرا نمیتونم اونجا داشته باشیم یه همچی چیزایی رو. چه گفتیم با اسب کار میکردیم؟ بسیار اسب رو ترین میکردیم؟ اصلا زندگی میکردم با اسب. برای پرش یا؟ نه خیر، سواری آزاد. سواری آزاد. حتما شما میدونین اسب چند نوع داریم، واسه پرش داریم، واسه کورس داریم، واسه سواری آزاد داریم، ولی بهترین نوع اسبی که من دوست دارم و همیشه عاشقشم همون اسب اصیل ایرونیه که الان به اسم اسب عرب Arabian horseback بله معروفه، ولی خب اینا نژادشون در اصل نژاد ایرانی اصیل خودمون بوده. قبل از اونی که بیام آمریکا 12 تا اسب بسیار بسیار زیبای عرب خوب داشتم که متاسفانه چند سالی که اینجا بودم از دستشون دادم، ولی الان باز یه 5 تایی جمع کردم. یه قدرت به خصوصی میخواد با حیوانات کلن بودن و مخصوصا با اسب، یعنی هر حیوانی یک شخصیت به خصوصی رو داره، ولی برای ترین کردن اسب و برای اینی که یکی آدم بشه و اون بتونه که اون چیزی رو که شما میخواین رو اون بتونه انجام بده، یک ارتباط به خصوصی باید اتفاق بیفته. خودتون ترین میکردین اسباتون رو؟ بله بله، اون ارتباط انسان با حیوان کلن من فکر کنم خیلی بهتر است، راحت‌تر و به نوعی بهتر از ارتباط انسان به انسان باشه، چون اون طرف حیوان هست پرس کنی مثلا اسب خیلی راحت‌تر باشه میتونی، چون همینی که هست نیت ها بسیار مشخصه، مثلا نیت های انسان ها خیلی کامپلکس میشه و از چیز عجیب غریب میگیره، ولی خب اون نیت حیوانات یه 3-4 تا بیشتر نیست، یعنی اگر که بهش جاشو بدی، غذاشو بدی و اعتماد و فضا براش به وجود بیاری، همینا رو بهت برمیگردونه. عشق و قدردانیه که برمیگرده. دقیقاً، و خیالت هم راحته دیگه، یک چیزی دیگه نیست. من اسبامو همیشه یه لاقش لاق میکردم، یعنی تابستونا میبردم جاهای سردسیر، یه منطقه داریم به اسم دهبکری، این منطقه دهبکری بین دو تا گرم سیر به وجود اومده، این ورش بم، این ورش جیرفت، و اگه تابستون که بم مثلا به 47-8 درجه میرسه سانتیگراد و جیرفت به 52-3، دهبکری به 25-26، هوای خنکیه. من یه سالی اسبا رو برده بودم، همه این فاصله ها رو من
سوار می شدیم می رفتیم، یعنی تو ماشین نمی ذاشتم، دوست داشتم باشه باشه. یکی از این اسبا خلاصه سر یه صحنه من لگد زد، 27 روز من تو بیمارستان بودم، تا حال و کلیه و معده‌ام خونریزی کرده بود و 27 روز خلاصه بیمارستان خوابیده بودم در کرمان. بعد از 27 روزی تو بیمارستان بودم، یک 7-8 روزی هم تو خونه استراحت کردم و بعد اومدم سراغ اسبا. شما نمیدونی این سرش میمالی تو سینه من و همش صدا میداد و با همون زبون خودش یا با همون احساس خودش، آره پشیمونی خودش میرسن. من اون سالای اولی که اینجا بودم توی دبیرستانی بودم که اسب داشتن و بعد من پرش میکردم، بعد یه دونه اسب به خصوص بود که داده بودن به من، یعنی مال خودم نبود ولی مال اون مدرسه بود، ولی داده بودن که من باهاش پرش انجام بدم. هر وقت که میرفتم تمیزش بکنم این کلشو میذاش پشت من، بعد همینجوری من از این طرف به اون بر میبرد، بعد دوباره بر میگشتم دوباره از این بر به اون بر من میبرد. یعنی قشنگ این ارتباط رو، ارتباط بازی، یعنی مثلا میگوش که تو قراره با من کار جدی انجام بدی و منم به عنوان بازی با تو دارم همیاری میکنم، حالا وقت منه که با تو بازی بکنم. و عجیب زیبا بود این ارتباط، یک ارتباط خیلی جالبی بود به این احترام خیلی زیاد. یعنی وقتی که این احترام رو حس میکرد که من دارم بهش میذارم، بالعکس با خیلی قدم‌های کوچیک و یک حرکت‌های بسیار کوچیک حواسش بود که کجا بره کجا نره چیکار بکنه. وقتی می‌دونست منم حواسم به اونه و نگرانشم و می‌خوام که مثلا پاش به جایی نخوری، اتفاقی براش نیفته، این عشق و احترام متقابلی که به وجود میاد یه فضای خیلی خیلی شیرین رو به وجود میاره. حیوانا همشون خیلی خوبند، ولی تو این حیوانا اسب و سگ اصلا از نظر وفا و محبتی که نسبت به صاحبشون دارن کمتر میبینین تو بقیه چیزا دیگه. و شما الان در امریکا کاملا اینجا زندگی میکنی یا جاهای قسمت های مختلف هم زندگی میکنی؟ نه اینجا، اینجا هستم، یه دوتا اتاق دارم در اورنج کانتی خدمتت که عرض میشه، ولی سالی 3-4 ماه رو در ایران هستم. و اگر که اینجا دارین زندگی میکنین، این دلتون نخواسته که حالا مثلا کشاورزی و باغ و اسب و اینجور چیزا رو هم اینجا هم برای خودتون به وجود بیارین؟ خیلی کیف دیگه تونه. خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه الان آمریکا، الانم با آمریکای مثلا 35 سال پیش، من 35 سال پیش اومدم آمریکا، اون زمان کشور خودم خب خیلی بهتر بود، 3 ماه موندم و برگشتم و در شمال سان فرانسیسکو بودم، در شمال کالیفرنیا بودم، سان فرانسیسکو. یه عمو هم دارم اونجا هست که انشالله همیشه سلامت باشه، خیلی دوست داشت که من بمونم پلوش، متاسفانه 3 ماه موندم برگشتم اونجا. و تنها دلیل برگشتنم به اونجا یکی خوندن بود، یکی همین اسبام و زندگی که اونجا داشتم. الان دیگه آمریکا اون آمریکای 35 سال پیش نیست که بتونم برم و اون امکاناتی که اون زمان میذاشتن در اختیار مردم الان بذارن شروع کنم، ولی خب خیلی دوست دارم حداقل اون چیزی که اینجاها دارم میبینم تو ایران پیاده کنم، تو همون مزرعه‌ای که دارم، که متاسفانه مشکل هست، ایران هم الان مشکل. برنامه ندای درون مجدداً خوش آمدید. با مهمان عزیز جناب آقای بهزاد بهزادپور گفتگویی داریم و راجع به یکی از ویدیو کلیپاتون صحبت بکنیم تا قبل از اینی که دوستان بدونن. وعده. وعده، بله. این آهنگ وعده شعر و آهنگ مال جناب پازوکی عزیز و تنظیم بسیار زیبای آقای امیر بدخش که حدود 2-3 سال پیش خوندم اینو و آخر این وعده رو خیلی دوست دارم، واسه اینکه تصویری که هست تصویر قلعه ارگ بمه که متاسفانه دیگه بعد از زلزله اثری از این قلعه نیست. نه. بس بریم با هم نگاهی بکنیم به وعده. Thank you.
بهاری چه گلی، چه بهاری چه گلی، چه لونه ای چه بلبلی. آشیون به هم زدن، محو رویاها شدن، چه خیال با دل بی حاصلی. درد دوری های ما آخه که میشه دوا، این همه فاصله ها، ما کجا شما کجا، ما کجا شما کجا. درد دوری های ما آخه که میشه دوا، من کجا با تو کجا، ما کجا شما کجا، ما کجا شما کجا. میگی میام میگم میام، میگم میام میگی میام، ای خدا دوری هم وطنا، نشه عادت واسه ما، نشه عادت واسه ما. تو کمک کن ای خدا دوری هم وطنا، نشه عادت واسه ما، نشه عادت واسه ما، نشه عادت واسه ما. راجبه بم سوال میکردم، چون اون صحنه زیبای بم رو دیدیم، میخواستم بگم شما تجربتون چی بود از بم در رابطه با چی؟ زلزله. این قلعه ای که الان آخر این دیویدی شما دیدی مال 2500-3000 سال پیشه و خب مونده بود و تا 100 سال پیشم توی این قلعه زندگی میکردن و هیچ اتفاقی
نیفتاده بود واسش. البته خیلی کم، خیلی خیلی کم. بعضی وقتا شاید مثلا توی این عمر من یکی دو دفعه گفتن مثلا زلزله شده، ولی هیچ وقت زلزله‌ای به این قدرت اصلا به وجود نیومده بود. شما اینجا بودی؟ من اینجا بودم و فکر میکنم زلزله معمولی نبود. نه نبود. بله. بعد که برگشتین چه احساسی داشتین؟ این قلعه که نتونستم برم ببینم. یه دفعه از دور دیدمش، به این دوست عزیزم که داشت رانندگی میکرد گفتم برگردیم مثلا نریم برم. من اینجا وقتی شنیدم که قلعه از بین رفته فکر کردم شناسنامم پاره شد. من 186 نفر از نزدیکترین فامیلام تا دورترین فامیلم از دست دادم. رفیقایی رو از دست دادم که هر کدومشون میارزیدن به خیلی از فامیلام. ولی وقتی واقعا شنیدم که قلعه از بین رفته احساس کردم شناسنامم پاره شده. افتخار میکردم بهش. ولی خب الان دیگه شهری هست، شهر جدیدی با آدمای جدید، با فرهنگای گوناگون، چون ما قبل از زلزله یه جمعیتی بود تو اون شهر که بین 100 تا 156 هزار نفر کلن بودیم و شاید مثلا 70-80 هزار نفرشون بیشتر منو میشناختن. من مثلا 70-80 هزار نفر دیگر میشناختم. تو خونه های هر کدومشون اگه میرفتم در میزدم جا داشتم. 73-74 هزار نفر تو این زلزله از بین رفتن و جمعیت الان بم بین 300 هزار تا 350 هزار نفره و از هر کجای ایران که اومدن اونجا، اومدن اونجا با فرهنگای خودشون. و الان من بمی که اصلا در بم به دنیا اومدم، در بم بزرگ شدم، وقتی تو خیابون میرم فضای دیگه ای غریبه هستن. اینجا 93 بود که بله یه زلزله خیلی بدجور اومد. و ببینید یه جالبی داره که با اینی که آدم فکر میکنه که فقط چون منم آجر و تیر و تخته است که در کنار هم هست و خب ارزش انسانی قاعدتا زیاده، اینجور چیزها ارزشی نداره و واقعیت هم هست تا حدی، ولی جالب اینجاست که هر کدوم همین تیر و تخته ها و آجرا و گل و هر کدوم اینها یک تاریخچه و یک عالم خاطره انسان ها در کنارشه. وقتی که یه دفعه میبینی اون شکسته، حس میکنی که انگار اون خاطره ها توش خچه افتاده و دیگه نیست. مثلا همینجور میگه یک ترانزیشنی به وجود میاد مثلا از یک جایگاهی به یک جایگاه دیگه. حالا لس آنجلس که یک فضای مدرن در نتیجه دوباره سازی میکنن و اون شخص فقط یک لحظه حسش رو میکنه و تو اون دوباره سازی ها یه چیز مدرن دیگه به وجود میاد، ولی جاهای باستانی که این همه هزار سال خاطره های خودش رو نگه داشته و به قول شما قسمتی از هویت اون فضا هست، خیلی متفاوته که وقتی که از بین میره و یه چیز دیگه رو میخوان کنارش بذارن دیگه نمیتونن که اون رو بخوان بذارن کنارش یا این ورش اون ورش. من بچه خیابون بوعلی کوچه بهزادپور، اینجا یه خونه بود پلاک 1 بود، من اونجا به دنیا اومدم. روی این دیوار خونه پدرم و پدر بزرگ مینا، تو خانواده ما دو چیز خیلی رسم بود از همون اول، یکی تفنگ یکی اسب، که من بیشتر کشیده شدم به طرف اسب خوشبختانه. ولی خب عموام یا پسر عموام اینا خیلی اهل شکار و این چیزا هستن. این دیوارای بلند اونجا و روی این دیوارا کله های این شکارایی که میزدن و این حرفا رسم بود قدیما میذاشتن. دفعه اولی که رفتم تو شهر و با این شهر جدید آشنا شدم اصلا چشم بسته بودم، مثل یک پرده سینما همه این کوچه ها، همه این خاطراتی که تو کوچه های بم داشتیم، تو خونه های دوستان داشتم،
همه جلو چشم اومد رفت و واقعا افسوس میخوریم که دیگه بر نمیگرد. ولی خوندن راجبش خیلی چیزها رو برمیگردونه. باور میکنی من وقتی میخونم میرم همونجا. میرم همونجا. یعنی با دو چیز زمان خوندم همیشه با دو چیز هستم. یکی خاطراتی که از بم داشتم و تو بم دارم، یکی هم با خدا حرف میزنم. برای با خدا که حرف میزنی؟ چون تشکر میکنم ازش. من دو دفعه انجرم عمل کردم و خدا رو شکر میکنم باز هوای منو داره که میتونم یه دو خطی صدا سر جاشه. حالا به خاطر اینی که هوای شما رو داره، برنامه آیندهتون چیه که با هم دیگه شما با خدا تنظیم کردین؟ با خدا که هر شب و هر صبح باش دارم حرف میزنم و حال میکنم، ولی برنامه های خوندنم و از ماه می، شنبه چهارم ماه می در یک سالن خانوادگی هست در شعله در خیابان سنا مونیکا. بله اینجا هستم. تازه هم باز شد فکر. بله بسیار سالن خوبی و باقای بدخش هستیم و یک حال هر شب یا هر ویکند؟ نه هر شنبه از چهارم می هر شنبه در رستوران شعله یک کدوم از شنبه هاشم شما تشریف بیاریم. حتما خوشحالم در خدمتون باشم. سنتا مونیکا و کورینت. سنتا مونیکا و کورینت خیابوناشه. بله فکر کنم بله اونجا هستم و یکی دو تا برنامه در نیویورک دارم. انشالله توی ماه جون میشه و هستیم دیگه. مجبوریم کرای خونه رو از این ور از اون ور جمع کنیم. آلبوم جدید هم دیویدی که اول پخش کردم به اسم حرف مرد. یه سیدی هم هست که تا یه 20 روز 25 روز دیگه میاد بیرون. آلبومه یا یه دونه سیدی؟ نخیر آلبومه. آلبومه چند تا آهنگ توشه؟ هشتا آهنگ توشه. و همه اونا هم ویدیو شده یا نه فقط فعلا دو تا حرف از مرد. آهنگا دیگه ویدیوهاش داره تموم میشه واسه یه هفته دیگه آماده میشه و بقیهشون نه هنوز روش کاری ویدیوی انجام ندادم، ولی کارهای بسیار خوبیه. یک کار بسیار خوب از آقای پازوکی توشه، یک کار بسیار بسیار خوب شاد از آقای محمد حیدریه و یک چجوری بگم یه آهنگ محلی رو در خدمت استاد عزیز نازنینم روح شاد آقای پرویز یعقی خصوصی خونده بودم، اینم گذاشتم تو این. یکی از کارهای بسیار خوب منه به اسم اسب کرم که اینم جز به همین کاراست و خلاصه فکر میکنم آلبوم خوبی باشه. شما خانوادتون هم اینجا هستن درسته؟ بله همسرتون و فرزندانتون؟ بله گفتیم فرزندان خیلی کوچولویی داره. سنشون رو پرسیدم بفرمان کوچولو. چند سالشونه؟ دخترم 30 سالشه، پسرم 26 سالشه. و اینجا هستن و دارن کار میکنن و دانشگاه میرن؟ بله درسشون تموم شده. پسرم فوق لیسانس حسابداری رو گرفته، دخترم رادیشن تراپی خوند و تموم کرد و خدا رو شکر موفقن در زندگیشون. و حال و هوای اونها راجع به کار شما چیه؟ دوست دارن. پسرم تنبک و دف بسیار بسیار عالی میزنه در حد خیلی خوب. با شما میزنن؟ برنامه رسمی که داشته باشیم بله ازش خواهش میکنم بیاد و تازگی هم دیدم یکی دوتا آهنگ داره میخونه. بله صداش هم مثل شماست؟ به بدی صدای من نیست ولی خب میخونه، منتها سبکش متفاوت. بله چه سبکی ایشون انتخاب کرد؟ سبک همین جدید پاپ و این حرفا. ایرانی یا خارجی؟ نه خیر ایرانی. ایرانی میخونه. بله جالبه که اونا اینجا بزرگ شدن و به دنیا اومدن. پسرم از 15 سالگی اینجا بود. ولی خب دوست دارن که فارسی رو بخونه. بله هر سال مرتب میره ایران میاد و تو خونم همون سبک ایران خودمونه، همیشه فارسی و غذاهای ایرانی
همون حال هوای ایرانی هست. دوست دارم که قبل از اینکه برنامه تموم شه یک دونه میوزیک ویدیو دیگه هم ببینیم. این یکی اسمش خواهش کردم دنیا رو دنیا. آماده بکنی. دنیا هم باز مال جناب پازوکی عزیز و تنظیم نازنین دوستم آقای بدخشه. دنیا رو زمانی خوندم که همزمان تقریبا بود با زلزله بعد و کلامش به یه نوعی میخوره به زلزله بعد. پس شما و دنیا. Thank you.
بسیار چه کردی با عمر ما های دنیا های دنیا به من خیال راحت یک نفسم ندادی هرچی ازم گرفتی دیگه پسم ندادی واسه دل ناگرونی واسه این گل جبونی یه باقه گل میخواستم جز قفصم ندادی به من خیال راحت یک نفسم ندادی هرچی ازم بهزاد عجیب یاد داییتون کردم یعنی اصلا انگار تمام رفتم به کوچیکیام و یاد داییتون رو دوباره برای من زنده کردم. آره جنس صداهامو خیلی به هم نزدیکه. بله هر کسی زیبایی خودش رو داره ولی انگار یه جایی یک دفعه یک یاداوری از اون هست. پس شنبه چهارم می شعله رستوران شعله حتما بیاین که هم صدای زیباییشون رو بشنوین هم آلبوم جدیدشون هم که قراره انشالله تا اون موقع بعد آمدین. مرسی از اینی که با ما بودین. قربون شما برم. خیلی ممنون از اینکه به من اجازه دادی در خدمتت باشم و بسیار خوشحال شدم. خیلی ممنونم. مرسی از شما عزیزان که با ما بودین. تا دفعه آینده روز و شبتون خوش.